فلوید میوذر بوکسور آمریکایی در یک مسابقه خیلی جنجالی در لاس وگاس آمریکا کانر مکگرگر مبارز ایرلندی رو در 10 راوند شکست داد. فلوید میوذر که 2 سال پیش اعلام بازنشستگی کرده بود دوباره به رینگ بازگشت و این 50مین پیروزی او بود. منتقدان میگفتن که مکگرگر بوکسور نیست و این مسابقه تنها برای کسب درآمد هنگفت سازماندهی شده است. مکگرگر تونست در راوندهای نخست مسابقه مطمئن و قدرتمند ظاهر شه و مبارزه دیدنی رو به نمایش بذاره. هرچند نهایتا میوذر در راوند 10 به برتری رسید و ضربات پیاپیش بر سر و صورت مکگرگر و احتمال خطر برای او باعث شد داور مسابقه را متوقف و پیروزی فلوید میوذر رو اعلام کنه. میگویند که فروش بلیت و درآمد پخش مستقیم تلویزیونی این مسابقه در کل حدود 600 میلیون دلار بوده که دست کم 100 میلیون دلار به میوذر و 30 میلیون دلار به مکگرگر میرسه. سالن تی موبایل آرنا که گنجایش 20,000 تماشاگر رو داره پر نشد و مسابقه با حضور 14,623 نفر تماشاگر برگزار شد. یکی از دلایل پر نشدن سالن قیمت بلیت ها بود که از 500 دلار در برترین جای سالن تا 10,000 دلار در جلوی رینگ تشکیل میشد. کسانی هم که این مسابقه رو مستقیم در تلویزیون منزل خود دیدن بایستی 100 دلار میپرداختن. از نکات جالب مسابقه قرن حضور جنیفر لوپز و شارلیز ترون بازیگر هالیوود در میان تماشاگران حاضر در سالن مسابقه بود. خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. اگه خوشتون اومد جالب بود حتما کامنت بدین، لایک کنین، سابسکرایب کنین. اگرم درخواستی برای ویدیوهای آینده دارین برامون کامنت بذارین و ما سعی میکنیم براتون درست کنیم.